بسم الله الرحمن الرحیم درس خود را آغاز میکنم از بخش مایکروسافت ورد مینوی پیج لی‌آوت. خب پیج لی‌آوت قسمی که میبینید تمام گزینه هایش، یعنی ما در کل تمام گزینه هایش را خواندیم، یعنی همه گزینه های از یک تکرار است. خب باز ما یک مرور میکنیم به خاطر که اینجا یک واترمارک هستم اضافه است. دیگه همه گیز رو ما خواندیم در یک وقتی از پیش را چقدر ما خواندیم. خب اول که نمیدیم چیست دیمز است، یعنی همه متنه هست که ما میتونیم اگر انتخاب باشه میتونیم یک سر متنه رو چی کنیم و انتخاب کنیم. بین تغییرات میاد که از هر گونه دیمزی که ما بخواییم انتخاب کنیم خود شک نو متن است که ما میتونیم چی کنیم استفاده کنیم در پیج صفحه خود یاد تکست خود. و دیگه داریم کپ کالر ها هستن که میتونیم رنگ های انتخاب کنیم هر رنگ خواسته باشیم. و فونت هستن که فونت هم میتونیم از اینجا انتخاب کنیم که اینا رو کلگش خوندیم. و دیگه افکت ها هستن که این زمان ما یک نشیب بیاریم در ریاضی میتونیم از افکت ها استفاده کنیم. و مارجن هستن که همین صفحه خود ما میتونیم از چهار طرفش انتخاب کنیم به کدام شکل و کدام حالت باشه. این مارجن هستن کلگش خوندیم. و اورینتیشن هستن به حالت زمانی که ما پلن میکنیم تک تک باشه یا لندسکیپ باشه که اینا کلگشان تکرار هستن. همچنین سایز هستن، کالم ها هستن، بریگ است و لاین نمبر است که در هر صفحه مثلا در هر خط ما میتونیم یک چیزی نمبر بدیم. اگر اینو بگم یعنی ببین در هر صفحه ازی در هر خط ازی یک تا چی میگیره یک نمبر میگیره که ما میرون نن میگم. خب ما گفتیم تمام موضوع جدید کری بخش است و واترمارک است. خب برای واترمارک دادن میم روی ازی کلیک میکنیم که ما در کل دو نوع چی داریم واترمارک داریم. یکی تکست واترمارک است که پیکچر واترمارک است. و واترمارک برای چی استفاده میشه؟ برای ازی استفاده میشه مثلا اگه ما اگه کتابی یا یک چپتر را چاپ کرده باشیم بخوایم او چپتر خود چی کنیم بخوایم پرین کنیم به خاطر از اینه پشت زمینه از متن خود بخوایم یک متن را نمایش بدیم، یعنی به گونه ای باشه که ما بخوایم یک کورس باشه یا یک سازمان باشه که اون نام کمپانی خود وارد کنه. این قسمی است که یک تصویر بسیار خیره یک ضعیف را دمی پشت چی ما میتونه وارد کنه. خب ما از اینجا واترمارک هایی که مثلا کستوم داریم یا میتونیم ریموف کنیم واترمارک خودش چه شد ریموف شد. و دیگه اگر بخوام دوباره رو بیاریم اینجا میتونیم تنظیمات برش میرونیم کستوم واترمارک هایی اکثر تنظیمات هایی داره که ما خود میتونیم به او چی کنیم وارد کنیم. یعنی ببین این پیران که هست نو واترمارک اگر بیم خوب واترمارک نمیگره پیکچر واترمارک بگرم یک پیکچر داره که ما میتونیم از اینجا بریم یک تصویر رو بیارم تصویر دلخواه خود است یک پیکچر میگم از اینجا هر تصویری که خواسته باشیم خلاصه هر تصویری که داشته باشیم میتونیم یا یک لوگو باشه یک دیگه باشه هر کدوم لوگوی داشته باشیم میتونیم بریم بیاریم استفاده کنیم. خب ما که حالا کدوم لوگوی نداریم اگر کدوم تصویری خواسته باشیم ببریم مثلا ما میخوایم این تصویر رو بخوام در پشت هم متن خود ببریم از اینجا میتونیم رو چه کنیم اپلای کنیم. ببین تصویر وارد شده پشت همه صفحه ما بسیار به ضعیف است. و همچنان اگر بخوام تصویر ما روشن باشه این تک مارگ برداریم اپلای بگم تصویر ما میشه روشن میشه یعنی به درستی میتونیم تصویر خودم وارد کنیم. خب این هم بود از بخش واترمارک بود که به همین اندازه معلومات درش کافی است. خب هر قسم خواسته باشه خودتون میتونید برش استفاده کنیم. پیچ کالر ها هست که کلگتون خوندید ایرا قبلا خواندیم که میفهمیم که چگونه صفحه خود تصویر رنگ بدیم. و پیچ کالر هست همچنان برای میتونیم رنگ انتخاب کنیم از اینجا. و پیچ باردار هست که برای تصویر خود میتونیم باردار بدیم و از اینجا میتونیم باردار را انتخاب کنیم. و دیگر باردار های از پیش تعریف شده دارم که به این قسمت هست که ما میتونیم از این باردار هم استفاده کنیم و خواسته باشیم. و بجز از باردار های متنی یا آنلاینی از این ها میتونیم استفاده کنیم. همچنان میتونیم به هر باردار خود یک و هر صفحه خود یک باردار جدیدی بدیم، یعنی هر یک باردار متفاوت بدیم. خب هم باردار هاست قسمی که میبینید دیگر از ظرف طرف میتونیم تنظیماتش را جور کنیم. ما پوزیشن هاست که نیم بارد و ارتب هست کل لگه از اینا خوانده شده و تکراری هست که فقط تنها موضوع مهم در اینجا واترمارک بود که واترمارک هم خوانده که به دو قسمی تنیم واترمارک ایجاد کنیم که واترمارک با شکل متن و دیگر واترمارک با شکل پکچر. خب درس امروزی ما همینجا و پایان میرسد.